سلام عزیزان، میخوام شیرینی زنجبیلی یا زنجفیلی آماده کنم. برای تهیه شیرینی زنجبیلی نیاز به 500 گرم آرد سفید، 300 گرم پودر قند، 350 گرم روغن صاف قنادی، بسته به ذائقتون یک یا دو قاشق غذاخوری زنجبیل، یک چهارم قاشق چایخوری وانیل داریم و اگر از وانیل مایع استفاده میکنین یک قاشق چایخوری نیاز داریم. حالا پودر خاک قند، وانیل، و روغن رو مقداری با هم مخلوط میکنم. میتونین از همزن هم استفاده کنین. بعد از اینکه یه مقداری پودر قند و روغن رو با هم مخلوط کردم از همزن برقی استفاده میکنم. با دست هم میتونین هم بزنین. بعد از اینکه یه مقداری رنگ روغن و پودر قندمون روشن شد، از آردمون در چند نوبت استفاده میکنیم و اونو با قند و روغن مخلوط میکنیم. پودر زنجبیل رو روی آرد میریزم و یه مقداری اونو مخلوطش میکنم. و از اینجا به بعد خمیر رو با دست مخلوط میکنم. خمیرم کاملا جمع شده. اونو برای استراحت داخل یک کیسه فریزر میذارم و برای مدت یک ساعت اونو استراحتش میدم. همینجور که قبلا هم برای خمیر شیرینی های آردی گفتم، میتونین این خمیر رو چند روز توی یخچال نگه دارید. بعد از حدود یک ساعت یه تکه از خمیر رو لایه دو لایه سلفون میذارم و اونو با بردنه باز میکنم. خمیر لطیفیه و خیلی راحت با بردنه باز میشه. بعد با قالب که معمولا از قالب ساده برای زنجبیلی استفاده میشه اونو قالب میزنم. البته با هر قالبی که دوست داشتین میتونین این شیرینی رو آماده کنین و درست کنین، حتی قالبای بزرگتر از این، و اونا رو داخل سینی فر میچینم. فقط یادتون باشه که قطر و ضخامت شیرینی ها یکسان باشه توی یه سینی فر. میتونین برای روی اون از زعفرون خیس شده و یه برس استفاده کنین و روی اونو زعفرون بزنین، یا اینکه میتونین با زرده یه تخم مرغ رومال کنین روی اونو، یا اینکه مثل من از پودر پسته استفاده کنین، یا
یا خلال پسته، هر کدومو که مایل بودین. به این شکل یه مقداری پودر پسته رو سر جای خودش محکم میکنم. آخرین قسمت شیرنی ها رو داخل شیرنی فر میذارم. حالا سینی رو برای مدت 5 تا 10 دقیقه داخل یخچال میذارم تا یه مقداری شیرینی خودش رو بگیره. چون این شیرینی روغن داره، داخل فر اگر مستقیم بذاریم امکان داره یه مقداری باز بشه. بعد از 10 دقیقه شیرینی رو از داخل یخچال خارج کردم و اونو توی فری که از قبل گرم کردم با 175 درجه سانتیگراد رو طبقه وسط برای مدت 15 الی 20 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. بعد از حدود 20 دقیقه شیرینی رو از داخل فر خارج کردم و میذارم کاملا خنک بشه. شیرینی زنجبیلی یه شیرینی خوش عطر و خوش طعمه و از اون میتونین همراه با چای استفاده کنین. عزیزان اگر خواستین متن طرز تهیه رو داشته باشین میتونین روی کانال تلگرام که آدرس اون در همین صفحه هست برین و از متن طرز تهیه استفاده کنین. خدا نگهدارتون.